خب بله، سلام عرض میکنم دوستان گرامی و بسیار خوشحال هستیم که مخاطب برنامه امروز تلویزیون گوناگون هستید. در ارتباط با قرارداد ایران و چین وعده داده بودیم، البته یکی دو ساعت قبل در فضای مجازی، که گفتگویی خواهیم داشت با دوست گرامی رسانه ما جناب آقای آیدین جواهریان از شهر بریزبن استرالیا. من ابتدا خواستم که نظر آقای جواهریان رو در این رابطه بدونم و ابتدا سلام عرض میکنم. آقای جواهریان اگه صدای منو دارید. سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان. درود بر شما آقای جواهریان. این قرارداد 25 سالی ایران و چین ظاهرا در مخصوصا در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرده، با خشم اکثرا، ولی در بعضی مواقع هم با بی‌نظری و در کمتر مواردی هم در فضای مجازی البته با نظر مثبت مواجه شده. من خواستم نگاه شما و نظر شما رو در این رابطه بدونم و کلا بپرسم ابتدا که این عکس العمل ها از چه جانبی صورت میگیره عموما، و اینکه ماجرای این قرارداد رو تا اونجا که شما اطلاع دارید خوشحال میشم که از شما بشنویم. بله، خواهش می‌کنم. در خصوص اصل این قرارداد که در واقع چیزی هنوز منتشر نشده جز سند یک پیشنویسی که وزارت خارجه در اختیار یه سری رسانه ها قرار داده، و اون هم در واقع کلیاتی هستش که کلیات به ظاهر مثبتی هست و در واقع از روش نمیشه چیزی فهمید که خیلی چیز منفی باشه یا خیلی چیز مثبتی باشه، چون خیلی کلی هست و منفی در روش دیده نشده یا من ندیدم حتی. در خصوص اینکه حالا چرا ما توی شبکه‌های مجازی اینقدر شلوغ میشه در واقع به خاطر یک همچین اخباری، باید بررسی کرد به نظر من که این میزان حساسیت ما نسبت به همچین اخباری اساساً از کجا میاد. شاید مثلا با رجوع کنیم به نمونه‌های تاریخی، مثل جدایی بحرین از ایران، اهنامه ترکمنچای، قراردادی که جدایی افغانستان از ایران، یا قراردادی که بعدها مثلا آقای خاتمی راجع به دریای خزر، اون موقع رژیم حقوقی دریای خزر اینا بستن. تو همه اینها در واقع ما یه خلط مبحث رسانه‌ای به نظر من تو همه اینها به وجود اومده، به طوری که الان مثلا اگر ما بخوایم بیایم برگردیم مرور کنیم که درباره رژیم حقوقی دریای خزر و اینکه چه اتفاقی اونجا افتاده، تقریبا اکثر ما نمیتونیم یک توضیح جامعی بدیم که چه بوده، چه شده و قرار اصلا چه بشود. حالا این یه مقداریش به نظر من برمیگرده به ضعف دولت در خصوص اینکه شاید نمیخواد همچین قراردادهای افشا بشه به این سرعت و به این زودی. یه سریش هم برمیگرده به در واقع ضعف خود ما، از این جهت که ما شنونده رسانه‌هایی هستیم که همیشه ما رو به دیوار میکشند و در واقع یا به ما دروغ میگن یا همه حقیقت رو نمیگن، و به نظرم تو دراز مدت گوش دادن، یعنی بودن تو این فضا، باعث میشه ما این سری خطاهای شناختی پیدا بکنیم درباره خودمون، که یه لیستی به نظر من میرسه این خطاهای شناختی داشته باشه، مثل اینکه مثلا ما دوچار یک تفکر یا صفر یا یک میشویم. یعنی میریم دنبال این که مثلا بگیم که اگر قراردادی با چین منعقد میشه یا خوبه خوبه خوب است یا بده بده بد است و تاریک است و مظهر خیانت است و اینها. بله، و این در واقع از همون خطای شناختی میاد که بیشتر مغز ما اینو ایجاد میکنه.
ما میریم به سمت تفکر یا هیچ یا همه چیز، در واقع سوگیری شناختی پیدا میکنیم نسبت به مسائل. یعنی در واقع مغز ما پیش از اینکه تصمیم گیری بکنه برای یک سری از مسائل، یک جهتگیری خاصی داره. این خطاهای شناختی که عرض میکنم، غالبا هدف این مغز از به کارگیری این خطاهای شناختی اینه که کمک کنه که ما تصمیم گیری های سریعتر و بهتری بگیریم و خیلی وارد پیچ و خم های تحلیل نشیم. در واقع مغز ما میاد همه چیز رو به ما میگه، ساده سازی میکنه و در واقع ما رو دوچار تفکر صفر و یکی میکنه، ما رو میذاره توی بحث هویت خواهی جمعی. یعنی ما نمیتونیم مستقل اکثرمون تحلیل داشته باشیم بر اساس فکت ها و شواهد، ما یک هویت خواهی جمعی داریم. حالا بنا به اینکه چی فکر کنیم از قبل یا شنونده چه رسانه‌ای باشیم، میریم در یکی از دو گروه، یا مثلا مخالفین جمهوری اسلامی یا موافقین جمهوری اسلامی. اگر رفتیم در گروه مخالفین جمهوری اسلامی، دیگه تکلیف معلومه، ما 100% باید همه چیز این قراردادی که هنوز اصلا نمیدونیم چی هست، همه چیزش رو بکوبیم، اون رو مظهر خیانت بدونیم. مثلا تو روزهای اخیر توی رسانه‌های مثل رسانه‌هایی که پخش میشن از خارج از ایران، میتونیم همه اینها رو ببینیم. کارشناسای برنامه‌ها اینو با بزرگترین فاجعه تاریخ عنوان کردن. وزارت امور خارجه آمریکا اومده اینو گفته اهنامه ترکمنچای دوم هست، در صورتی که خود وزارت امور خارجه آمریکا مفاد این قرارداد رو نمیدونه، نه خواهد دونست حداقل در کوتاه مدت. چیزی که به نظر میرسه این هستش که صنعت نفت ایران، میدونید در 40 سال اخیر تحریم بوده و سرمایه‌گذاری های بزرگ درش انجام نمیشده، فکر میکنم بالای 20 میلیون دلار، و همین باعث شده که خب نفت ایران از تولید مثلا 6 میلیون بشکه در روز، در بهترین حالت به ما قبل تحریم عرض می‌کنم مثلا به 3 میلیون بشکه 3 میلیون 3 و اندی میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کنه، و این خب به خاطر این هستش که در واقع مسائل تکنیکی صنعت نفت هست که نیازمند هم به تکنولوژی جدید هست، هم به سرمایه گذاری خارجی در وزارت نفت، در صنعت نفت ایران. و از این جهت طبیعتا خب ایران هم مثل هر کشور دیگه‌ای باید که داد و ستد داشته باشه با یک کشور بزرگتری که میتونه بیاد این سرمایه گذاری رو انجام بده تو صنعت نفت ایران، و به لحاظ تکنیکی تکنولوژی این رو داره، پولش رو داره، نفوذ سیاسیش رو در دنیای امروز داره، و میتونه خب از این روپای خودش بایسته، از تصمیمی گرفته دفاع کنه، و بعضا کشور ما رو هم در پناه در واقع تصمیمات سیاسی خودش قرار بده. بله. و مورد دیگه این هستش که خب اگر بین چیزی که حداقل بنده شنیدم بین 250 تا 400 میلیارد دلار بخواد در صنعت نفت ایران کسی هزینه بکنه، طبیعتاً از تمام نفوذ نظامیش و نفوذ سیاسیش و نفوذ اقتصادیش برای محافظت از پولش هم استفاده خواهد کرد، و خب این مثل یه چراغ راه میمونه که ما میتونیم از اینجا متوجه بشیم که چرا وزارت امور خارجه امریکا یا در واقع کشوری که هر چه که در توانش بوده از دشمنی و تحریم و در رابطه با ایران انجام داده، اینقدر ناراحته و اینقدر آشفته میشه، به خاطر اینکه خب طبیعتاً نمیشه حمله کرد به این راحتی به منافع کشور چین در مثلا خاکهای در حوزه سیاسی ایران، یعنی در خاک ایران، اگر که چین بخواد بیاد 400 میلیارد دلار اینجا سرمایه گذاری کنه. و به نوعی من فکر میکنم که این یک نوع تضمین امنیتی هستش که احتمالاً ایران خواهد گرفت از دنیا بدون دخالت دادن امریکا. بله، در خدمتتون هست. خشمم آقای جواریان، شما فکر نمیکنید که یه گمان زنی هم بر این هست که شما فکر نمیکنید که این یه سیگنالی باشه در واقع به امریکا، مخصوصا این که الان امریکا الاز کلن همه جوره در وضعیت مناسبی قرار نداره و ترامپ هم فشارهای خودش رو بر ایران داره ادامه میده به یاری دستیاران خودش پومپو و براین هوک، بر صورت دورش هم امسال تمام میشه، آخر امسال هم تمام میشه و رئیس جمهور جدیدی بعد اونجا بیاد یا خودش دوباره انتخاب بشه، آیا این سیگنالی نیست
چون به نظر شما آیا این سیگنالی نیست به آمریکا که اگر فشارهای خودش رو کم بکنه و طبعا میتونه این قرارداد رو کاملا اجرایی بکنه با چین؟ یه میتونه به لحاظ سیاسی نظرم منظورم هست میتونه آیا یه سیگنال بزرگی باشه که یعنی فکرهای خودتو بکن، حساب کتابهای خودتو انجام بده، وگرنه چین مشترک بلند مدت تجاری ما خواهد بود. ببینید، من فکر میکنم در واقع ما باید یه تحلیلی از اقتصاد چین و آمریکا ابتدا داشته باشیم و اینکه در واقع میزان وابستگی آمریکا به اقتصاد چین و اقتصاد چین به آمریکا. میدونید ما تو این بازی این ابرقدرت های بزرگ در واقع همیشه کارت هستیم که با کارت ما میتونن بازی بکنن، اما به نظر میرسه با مجموع کارهایی که این آقای ترامپ اومده انجام داده تو این 3-4 سال گذشته، به نوعی یک نوعی سعی کرده که میزان وابستگی به چین رو کم بکنه و به نوعی خیلی از محصولات رو بتونه بیاره در داخل مملکت خودش تولید بکنه یا همچی کارهایی بکنه. یه سیگنال و تعرفه های گمرکی که بر علیه چین میذاره، یه سیگنالی در واقع داره به چین میده از این که من خیلی خوشحال نیستم، خوشایند من نیست. میدونید در واقع در تفکر نئولیبرالیستی غربی چین کارخانه جهانه و وظیفش ساخت و ساز هست، ولی خب ما میبینیم که در بحران سال 2008 چین میاد به این نتیجه میرسه که خیلی روی غرب نمیشه به عنوان مشتریان ثابت حساب کرد، به خاطر اینکه بحران‌های اقتصادی که ایجاد خواهد شد میتونه گاهی شرایط رو طوری پیش ببره که اینها پول نداشته باشن محصولات ما رو بخرن. در نتیجه ما باید بیایم بریم سمت نگاه به بازارهای کشورهایی که مستقلتر هستن یا خود بازار داخلی چین. ولی در نهایت من فکر میکنم که اختلافات عمیق‌تر خواهد شد، مرزها پررنگ‌تر خواهد شد. ما در واقع تفاوتی که وجود داره در بطن تفاوت اقتصادی دولت چین با سایر دولت‌های غربی است. می‌دونیم ما در غرب اقتصاد لیبرال یا اقتصاد نئولیبرال اقتصادی که تو ذات خودش ملت‌گریز هست و کمپانی محور هست. افراد میان تشکیل کمپانی‌ها رو میدن و کمپانی‌ها رشد می‌کنن، پولدار میشن، جیب سهامدارا پر پول میشه و دولت و قوانین به کمپانی‌ها و سهامدارا اجازه میدن که نفوذ سیاسی انجام بدن، لابی کنن، پول هزینه کنن برای منافع بیشتر خودشون. دولت میاد شونه خالی میکنه از خیلی از وظایفی که به طور کلاسیک داشته، مثل آموزش رایگان، مثل بهداشت، همه رو میده تحویل بخش خصوصی، همون اتفاقاتی که با قدرت در ایران خودمون هم افتاده. اما این نوع مدل اقتصادی در واقع متفاوت هست با مدل اقتصاد چین کمونیستی، گرچه که بسیار فلکسیبل، همکاری بسیار با هماهنگی و بسیار منعطف انعطاف پذیر همکاری میکنه با دنیا، اما واقعیت این هستش که در چین کمونیست بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی دولتی هستند و نگاه همچنان و با قدرت به سمت اقتصاد متمرکز دولتی هست. بانک ها دولتی هستند، اون بانک های اصلی، و همون بانک های دولتی اصلی هستند که میان وام میدن به اون بنگاه‌های اقتصادی بزرگ که اونها هم دولتی هستن تا اینا بیان در بخش تولید و خدمات هزینه بکنن. میدونید اقتصادی که ما از چین میشناسیم شاید نیمی از اون رو دنیا میشناسه که اقتصادی از مبتنی بر تولید و نیمه دیگرش مبتنی است بر بخش خدمات. این عرضم این است که سرتون رو درد نیارم، این اقتصادی که در بطن خودش نگاه متفاوتی داره با اقتصاد نئولیبرال غربی، طبیعتا هیچ وقت به نظر من شخصا نمیتونه موازی حرکت کنه با اون. اگر همیشه به دلیل
تفاوت ذاتی که دارن یک زاویه ای داره و روزی همدیگر رو بالاخره قطع خواهند کرد، چون هم بحث نگاه و در واقع فلسفه اقتصادی است و هم بحث تضاد منافع، چی در نهایت منافع استراتژیک دراز مدتش با امریکا در یک راستا نیست و نخواهد هم بود. این هستش که اگر که حالا گوگل کنیم، سرچ کنیم روی این مسئله، چین تلاش میکنه از بعد از سال 2008 بیاد نفوذ خودش رو گسترش بده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و اروپای شرقی و از این طریق بازارهای جدیدی برای خودش درست کنه، احیای راه ابریشم، در واقع کشتیرانی به آفریقا. میدونید الان 1 میلیون نفر چینی در آفریقا زندگی میکنه و دارن اونجا کار میکنن و خب چینی ها بسیار مدل استعماریشون و مدل استثماریشون احتمالا خیلی متفاوت هست با مدل استعماری غرب که فرهنگ محور هست. چینی ها در واقع به نظر بنده اگر تحلیل کنیم مثلا رفتار چین رو در قاره افریقا که چینی ها الان چندین سال، شاید نزدیک 20 سال اونجا حضور دارن، دارن کار میکنن، در تمام 250 سال 300 سال اخیر که فرانسوی ها، هلندی ها، اسپانیایی ها، انگلیسی ها در قاره آفریقا بودن، غیر از همون رودرزیا یا زیمبابوه و آفریقای جنوبی که خودشون سفید پوستا اونجا ساکن بودن، در هیچ جای دیگه حتی یه جاده نرفتن بکشن یا بعضن اومدن همیشه خب دستن زدن به مسائل قومی، به مسائل مذهبی، اونجا کشتار را انداختن. مثلا اگر که در شرق کنگو در کاتانگا معدنی بوده که فلزات غنی داشته، لازم داشتن، اونها اومدن اونجا دخالت کردن، دخالت نظامی کردن، کشورهای همسایه رو درش بحران ایجاد کردن، کشتار رواندا رو تو دهه 90 ایجاد کردن فقط برای اینکه اون فلزات رو بتونن ببرن. یعنی یک نگاه استعماری خیلی کلاسیک رو همواره دنبال میکردن، مخصوصا قدرت‌های مثل هلندی ها یا مثلا فرانسوی ها، اسپانیایی ها، پرتغالی ها. یا مثلا ما میبینیم که مثلا در اتیوپی، مملکتی که دچار گرسنگی بوده در دهه 80، خب چینی ها اومدن اونجا صنایع بردن و امروزه اونا دارن سعی میکنن یه چیزای تولید کنن، ولی همونجا هم هلندیا رفتن اون زمینای قابل زراعت اطراف رود نیل رو گرفتن، توش گل میکارن، خب صادر میکنن. این هستش که من فکر میکنم چینی ها یک نفوذ بسیار با صبر و حوصله و بسیار خونسرد رو دنبال میکنن در همه جا و به نوعی تجار خوبی هستن. یعنی هرکه از دیرباز هم همینطور بوده، میدونید که ما خب زمینه تاریخی هم با چین داریم از طریق جاده ابریشم و جالب اولین سفارتخونه جهان در شهر صد دروازه بوده در 1700 سال پیش در زمان اشکانیان و این نشون میده با عمق در واقع نقاط مشترک و عمق تجارتمون رو با چین. به همین خاطر ارزم این هستش که چینی ها تجار خوبی هستن. چینی ها سعی میکنن برن یک جایی آبادانی ببرن که بتونن کالاهاشون رو بفروشن. میدونید چینی ها زمانی که پروژهی میبرن جایی شروع میکنن، بلافاصله بازارهای محلی ایجاد میکنن، شروع میکنن از همون عروسک ها و همون چیزهایی هم که تولید میکنن تو چین میفروشن و در نتیجه این به نوعی رونق میده به اقتصاد محلی اونجا. خیلی متفاوت هست با به نظرم اون استعمار کلاسیکی که دهه ها ما میشناختیم برای قرن ها از اروپا یا در آسیا. نتیجه این که من اگه بخوام نتیجه گیری کنم، واقعا این قطعنامه که این ببخشید این سند همکاری چشمنداز 25 ساله یا هرچی که نامش هست، خیلی ما چیزی ازش نمیدونیم، اما اون چیزی که میدونیم در واقع خیلی کلی هست و نکته منفی توش نیست. من فکر میکنم که اگر که یک حرکت هماهنگی از طرف رسانه ها صورت میگیره مبنی بر محکوم کردن این قرارداد و وصل کردنش به ترکمنچای و خیانت و از این داستان ها و سردمدارش هم آمریکا هست،
کشوری که با ما در جنگ اقتصادی تمام عیاره، این نشانه های خوبی میتونه باشه. حداقل من حدس میزنم که احتمالا این قرارداد به نوعی باعث خواهد شد که امریکا در جنگ اقتصادی تمام عیارش بر علیه ایران دچار مشکلاتی بشه. اگر نه، اگر قرار بود ایران تجزیهش بخشهایی از ایران به دست چین بیفته، فکر نمی کنم امریکا خیلی ناراحت می شد از این که نیاز باشه، نیاز بود این بلوای رسانه‌ای رو بر علیه ایران ایجاد بکنه. آقای جواد، من قبل از این که همین یکی دو ساعت پیش رفتم توی یک وبسایتی به نام ویکی‌پدیای این قرارداد، یعنی که در واقع خودم رو چیز نکنم، اطلاعات خودم رو از رسانه و منابع مختلف جمع نکنم، برم تو خود اصل قضیه. خیلی خلاصه اینجا نوشته برنامه 25 ساله همکاری های مشترک ایران و چین، داستان رو داره توضیح میده که میگه یک توافق میان نظام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین برای سرمایه‌گذاری 280 تا 400 میلیارد دلاری، خدمت شما عرض بکنم، بله 400 میلیارد دلاری چینی ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران است. بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاری چینی ها طی سال نخست اجرای قرارداد 25 ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می شود و مابقی آن به صورت مرحله‌ای و بر اساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام می شود. اینجا باز ادامه داده خیلی کوتاه، حسن روحانی رئیس جمهور پیشنویس نهایی برنامه 25 ساله همکاری های جامع ایران و چین را 3 تیر ماه 99 بررسی و تایید کرد. در این نشست به وزارت خارجه مأموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی بر اساس منافع متقابل بلند مدت این برنامه را به امضای طرفین برسانند. این آن چیزی بود که در ویکی‌پدیای این قرارداد نوشته شده. در ضمن از مخاطبین عزیز برنامه ما تقاضا میکنم که اگر نظری دارن، صحبتی دارن، پرسشی دارن در این رابطه میتونن کامنت بگذارن و ما حتما استقبال میکنیم آقای جواهریان از اون و دوستان عزیز. بر صورت من فکر میکنم آقای جواهریان برنامه رو آرام آرام به انتها برسونیم و باز برمیگردم به اون پرسش اولم، حال شما توصیتون چی هست به مخاطبینی که با این خبر روبرو هستن، افرادی که با این خبر روبرو هستن و عکس العمل های متفاوتی رو نشون میدن، کدوم عکس العمل باید مناسب تر از همه باشه؟ خواهش میکنم. من البته خودم کوچکتر از این میدونم که توصیه به کسی داشته باشم، اما میخوام خدمت دوستان خیلی صمیمانه و دوستانه عرض کنم که روابط کشورها و در واقع در اقتصاد در کالیبر بین‌الملل بر مبنای رابطه برد برد هست معمولا، و این برد برد هم همیشه لزوما در همه حالت برد اقتصادی نیست. گاهی ممکنه کشوری یه مقدار برد اقتصادی داشته باشه، یه مؤلفه‌ای وجود داره، برد اقتصادی، برد سیاسی، برد نظامی، برد امنیتی و مسائل امنیتی و ژئوپلیتیکی و منطقه و اینا. کشورها بر اساس سیاست‌هایی که دارن میتونن با هم همکاری بکنن و طبیعتاً حتما برد برد هست، و در غیر این صورت هیچ وقت من فکر نمی‌کنم کشوری حاضر بشه بره قراردادی رو با جایی امضا کنه که باخت باخت برد باشه، برد باخت باشه و چیزی بخوان اونجا چیزی از دست بدن. طبیعتا مسئولین حکومت ما هم هرچی باشه اونجا میخوان حکومت کنن و حکومتشون ادامه پیدا کنه، نمیخوان که در واقع به جای حکومت کنن که اونجا رو مثلا قبلا فروختن. من فکر میکنم که یه مقدار باید از این دوگانه، از این دوگانه خیانت خدمت، دشمن حکومت، نمیدونم طرفدار و مزدور حکومت، یه مقدار از این دوگانه ها عبور کنیم، مستقل‌تر فکر کنیم، تحلیلمون رو داشته باشیم.
به هر چیزی گوش ندیم واقعا، یعنی بتونیم به نوعی متوجه بشیم که کی داره عکس ما رو به دیوار میکشه و کی داره بر اساس یک سند و منطقی، یعنی بر اساس یک منطق موجودی صحبت میکنه. در هر صورت بنده هم تشکر میکنم از شما، عرضی ندارم بیشتر از این، امیدوارم که بعد از ظهر خوبی داشته باشید در شهر زیبای پرس. خیلی ممنونم آقای جواهریان، ممنونم از لطفتون و از مشارکتتون با این گفتگو. خب فعلا که ما کامنتی نداشتیم، ولی در ریپلی این ویدیو من مطمئن هستم که، امیدوارم که به هر حال دوستان بتونن مشارکت داشته باشن در مسائلی که به هر حال به نفع مردم ما هست و منافع ملی ما رو تحت شعاع قرار میده. این مسائل به هر حال باید گفتگو کرد. ممنونم آقای جواهریان، منم برای شما عصر بسیار بسیار خوبی رو در شهر زیبای خودتون بریزبن آرزو میکنم. سلامت باشید، ممنونم، قربان شما. درود بر شما، خدا نگهدار.